خانم آقایان سلام، عصرتون بخیر. خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جهان آرا. یه اتفاق مهمی امروز افتاد تو قبرس شمالی و در سکوت کامل خبری کسی هم بهش اشاره نکرد. آقای قلیچدارواغلو، رقیب اصلی آقای اردوغان تو انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، صبح امروز به قبرس شمالی اومد و با خانواده برخی از کشته شدگان در زلزله ترکیه دیدار کرد. حرکت معناداری بود و نشون میده که قبرس برای ایشون هم در اولویته. اردوغان هم امروز رسماً اعلام کاندیداتوری کرد. اما با اینکه قانون کسر از حقوقها تصویب شده، اعتراضات همچنان ادامه داره. یکی از وزرا گفته برای نوسازی مدارس نیاز به 250 میلیون لیر داریم که دولت فعلا همچین پولی نداره. یکی از روزنامه نگاران هم امروز در پاسخ به این آقای وزیر گفته دولت فقط سالی 900 میلیون لیر در قالب اضافه کاری داره پرداخت میکنه، چطور نمیتونه این پول رو تامین کنه. شهرداری اسکله اعلام کرد سمپاشی علیه مگس، پشه و آفات رو آغاز کرده. در بیانیه شهرداری اسکله اومده که سمپاشی در منطقه لانگ بیچ بین 20 تا 31 مارس انجام میشه. بر اساس اطلاعیه وزارت اقتصاد و نیرو، قیمت سوخت یک کمی ارزون شد. قیمت جدید هم از نیمه شب اعمال میشه. بنزین بدون سرب اکتان 95 19.70، بدون سرب اکتان 98 20، یورو دیزل 18.75 و نفت سفید 18.14. قیمت دلار تو ایران 46650 تومان، یورو 49430، پوند انگلیس 56120 و لیر ترکیه 2450 تومان. دمای هوا برای فردا: ماگوسا و اسکله 14 تا 19 درجه، گیرنه 11 تا 20، لیماسول 12 تا 19، نیکوزیا 11 تا 20، پافوس 12 تا 18، لفکه 11 تا 18 و کارپاز 13 تا 17 درجه سانتیگراد گزارش شده. و حرف آخر این که سوریه دیکتاتور داره اما حجاب اجباری نداره. ونزوئلا تورم داره اما زندانی عقیدتی نداره. کره شمالی تحریمه اما از تروریست های دنیا حمایت نمی کنه. هیچ دیکتاتوری، هیچ دختری رو تنها بعد از چند ساعت آزادی از 4.5 سال زندان دوباره گروگان نمی گیره. دلخوش به اینها نباشید که هیچ وقت درست نمی شن. دلتون شاد، لبتون خندون.